جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية أنت نور فاض من طه فما كنت إلا مثل طه نبوي كم تجلى فيك آي للهدى من كتاب الله قد كان خفيا فيك من موسى وعيسى شبه وغلام فيه بشرى زكريا أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا كيف ناظرت شيوخ الدين في مجلس الفتوى وقد كنت فاتيا فتبدى منك علم موجز من رسول الله إذ كنت الوصية فتعاليت ولا غرو إذا جعل الله بك الدين عليا سپاهیان ابراهیم خارج شوی ابراهیم راه نجات نداری امانم دهید ای سپاهیان خلیفه من عبدالله ابن طاهر هستم خارج شو تا زمانی که نزد خلیفه برده شوی در امان خواهی بود آیا سرنوشت من نیز مانند سرنوشت امین خواهد بود؟ تو همچون امین نیستی تو یک فراری هستی و حکمت فقط با خلیفه است تو زنده میمانی ابراهیم مرا نزد اینان افشا کردی انتظارش را داشتم مونس زنده میمانی تو خود جرأت این کار نداشتی خیر و صلاحت در این است من چقدر کودن و ساده انگارم ظلمی به تو نمیرسد تا اینکه نزد خلیفه حاضر شوی تو باید قدردان این زن باشی من به او پناه آورده بودم اما مرا برباد داد قدردانش باشم مرا روسیه نکنید تشویش به خود راه نده من به شما اطمینان کردم قولتان را فراموش نکنید فراموش نمی کنیم آواره‌ای که از سرورش گریخته او خود تسلیم شده نمی گوییم او را دستگیر کرده ایم بزرگوار بگذارید من هم با او بیایم گفتم تشویش نداشته باش من تمام تلاشم را خواهم کرد خود را نمی بخشم اگر به جانش تهدیدی باشد ابراهیم باید می دانست که اگر ادعای خلافت کند این خطرات را نیز در پی خواهد داشت خدا را شاهد می گیرم اگر خلیفه او را بکشد پس
پس باید جان مرا هم بگیرد. زن نباشم اگر بگذارم جان سالم به در برد. این هیچ، به شرافتم توهین می شود. آهای زن، تو زیاد حرف می زنی، مگر او برایت؟ تو را هم خواهم کشت، همچون خلیفت مأمون. انقدر بیگناه کشته ای که جای یکی از آنها تو را بکشم. براستی زن جسوری هستی، پس از این کمی آرام باش. برویم به خیابانهای بغداد، می رویم تا مردم بدانند که ابراهیم ابن مهدی خود را تسلیم کرد. عبدالله، اما بازان کاری نداشته باشی. خلیفه مسلمین وارد می شوند. مرا نزد آن علوی قومی ببرید. سمعن و طاعتا. ابله، جانت را برای آن داوود قومی فراری از کف خواهی داد. با اسفا تو را همچون گوسفند پیش پای عباسیان قربانی خواهم کرد. ای بی‌نوا، رسوایت مرا بس. خدا از من نگذرد اگر از تو بگذرم. در مقابل درهای قصر سه شبانه روز تازیانه زده شود، سپس روی پل بغداد به دار آویخته شد. بکش مرا، بیشتر رسوا خواهی شد. بگویید آن علوی قومی توسط صبیح دیلمی بر پل بغداد آویخته گردد. بنی عباس حضور یافته به ما تبریک بگویند. اطاعت می شود سرورم. رسوایم می کنی بکن. بهتر بهتر، من با کشتن شما در دل بنی عباس بیشتر جا میگیرم. باید پارگی ها را بدوزم. ای علوی قومی، آنان تو را کشتند. آری، آنان تو را کشتند، اما این بار نباسم به گونه دیگر.
ابرهای تیره به کنار می رود و گله گرگان و گله میش ها از هم جدا می گردد. این ثمر قتل توست برادر. خداوند به خاطر بغضت به اهل بیت رسولش که درود خدا بر آنها باد، تو را ذلیل ساخته. سزاوار نیشترهای تیزتر هستند ببل. به خدا می دانم ذلت در دنیا و آتش آخرت در انتظار توست. دنیا و آخرتت را تباه کردی ابن مهدی. اگر نجات پیدا کنم پشیمان می شوی. خداوند مرا سرزنش مکن، اما اگر در مجالس خاندانت با آوازخوانی می پرداختی برایت بهتر بود، چرا که چیزی جز این نداری. پس چگونه برای پذیرفته شدن مدعایت چیزی را که دارا نیستی ادعا می کنی؟ شمشیر برادرزاده در انتظار توست. بگو دعبل که دل سیاه مرا هم جلا می دهی. اینان از تباری هستند که امتداد بنی امیه است، کار آزموده در تحقیر آدمیان و انسانهای ارزشمند. به من نیز بنواز دعبل که من نیز سزاوارم. وای بر کسی که میان شما قرار گیرد ای اهالی بغداد. ابراهیم ابن مهدی را به اسیری گرفتند. نگاه کنید. بالاخره به دام افتادی موش گریزپا. ای پسر مهدی، چقدر مسرور میشوم وقتی تو را در بند میبینم، در حالی که در کوچه های بغداد مقابل عوام و خواص پیاده گذر میکنی. ابراهیم ابن مهدی را به اسیری گرفتند. نگاه کنید. به دام افتادی ای سیاه، به دام افتادی. ذلتش را بچش، گرچه شرافتش را نچشیدی. آری این گونه پست و ذلیل میایی و بیقراری و من پا بر شاهرگ تو میگذارم. یاسر، سرورم، همه در مجلس من بیایند. امرتان اجرا میشود. مأمون ابراهیم ابن مهدی را دستگیر کرد، او را خواهد کشت. صد افسوس بر پسرم امین، او که برادرش بود کشت. چه رسد به ابن شکله؟ ام جعفر آرزوی مرگش را داری؟ اگر امین را در عزل برادرش ترغیب نمی کرد، آنچه اتفاق افتاد نمی افتاد. ای کاش او را به قتل برساند. گمان نمی کنم این کار را بکند. چرا نکشد زبیده؟ مأمون باهوشتر از آن است که پس از استحکام پایه های حکومتش عمویش را بکشد. زندهش برای او بهتر است. اما او به بسیاری از عباسیان رحم نکرد، یادت هست زبیده؟ همیشه افرادی را به قتل می رسانند که خطرناک باشند. امین اگر زنده بود هر لحظه برایش خطر بود، اما این مفلوکی به دام افتاده چه خطری برایش دارد؟ پدرم این کار را نمی کند. برادرم خلیفه اجازه دهد، خود ابراهیم را خواهم کشت. خلیفه مسلمین مأمون ابن رشید.
سرکشی که مدعی خلافت بود وارد شود. ابراهیم ابن شکله. به خدا اگر ما چنین می کردیم زندگی ما نمی گذاشتی. او مدعی خلافت شد، سرکشی کرد و بر جای تو نشست. او را زنده نگذار خلیفه مسلمین. اینها از من می خواهند تو را بکشم. ای بهترین کسی که خلیفه شده ای بر ما، تو بخشنده ترین هستی به هنگام سخاوت که خودم دیدم. آنگاه که خرامان بر دجله می خرامیدی ای بزرگوار، و آنگاه که بر زنی سیاه به جای سنگ همیان پرتاب می کردی، قلبهای مردمان را از ترس خود پر کرده ای. حالان که شبان روز قلبت برای آنها متواضع است، تو را ندیدم مگر آن که گمراهی مرا به اینجا کشاند، که خود کرده را تدبیر نیست. چه زود در برابر گمراهان تسلیم می شوی؟ نمی دانم آیا برای جرمی مانند جرم من بخششی هست. ایستادم و می بینم که مرگم فرا می رسد. زندگی را به من بعد از رفتنش بازگردان. تقوا پیشه کردن از امام توانا و فروتن است. تو را زنده نگاه می دارد آن که بیشتر در ولایت تو ساکن باشد، و البته دشمنت هم چون شاه رگت بود. و تو همیشه سعی در نابودی من داشتی، یعنی خودت را محکوم کردی به مرگ. ای ابراهیم، چه اندازه به من کرامت داشتی و مرا از آن ذره ای آگاه نکردی، و نفس من نیز آن همه کرامت را یادآوری نکرد و گرفتار طمع شد. کرامت کردی چون اهل کرامت بوده، و اگر هم اکنون کرامت نصیب من نشود، باز هم کریم باقی خواهی ماند. آن را میگویم که یوسف به برادرانش گفت. اکنون شما را عفو نمودم. خدا هم شما را ببخشد که مهربانترین مهربانان است. تو را بخشیدم عمو، بگذار همه بدانند. چقدر گناه من بزرگ و بخشش تو گسترده است. گستردگی عفوش تو را فرا گرفت در حالی که لیاقت آن نداری. به راستی مأمون چه هدفی از این ازدواج در سر دارد؟ دخترش عروس رسول خدا می شود. او مأمون است. دخترم پوران مادرخوانده ی ام فضل بهتر می داند. الله اکبر. نام او را چه می گذارید مولای من؟ علی، هم نام جدش علی ابن موسی رضا و علی ابن ابی طالب علیهم السلام، همانطور که پیامبر فرمودند. قدمش مبارک باشد برادرزاده و مولای من. او مبارک است انشاءالله. علی ابن محمد
جانشین و وارث من خواهد بود، دهمین امامی که نامش در صحیفه مادرمان فاطمه سلام الله علیها آمده است. سلام بر خلیفه مسلمین. و سلام بر تو ابن اکثر. چرا به خود میلرزی؟ گویا از اتفاقی که افتاده بیخبرید مولایم. بی پرده بگو. تمام مقاصد شما برباد رفت آنگاه که ابن رضا فرزندار شد. آن هم پسر، آیا می دانید معنای این چیست؟ ابن اکثر آرام. اگر خبر درست باشد من غفلت کردم، اما باز هم فرصت باقی است. این ازدواج از چند جهت باید زودتر صورت گیرد، ضمن اینکه در طی این مدت ما برای تحبیب قلوب عمو و عموزادگان و برادران عباسیمان در برخورد با شیعیان علوی افراط کردیم، به گونه ای که شیعیان از ما رمیدند و هر از گاهی همچون آتش از زیر خاکستر سر بر می آورند. با این ازدواج و تولد یک فرزند اقدامات آنان رنگ می بازد. مهمتر از همه این که حکومت به سوی کسی می رود که موجه است و نتایج مطلوب دیگر. اما ابن اکثر باز هم باید چاره اندیشید. سرور عزیزم، به خدا قسم اگر این طایفه بنی عباس که آنها را با زور شمشیر و تدبیر رام کردید شما را بی پناه ببینند، بار دیگر سر به شورش برمی آورند و اون وقت دیگر تنهایی. مقصودت چیست؟ ایرانیان را میگویم. نباید آن علوی قومی را اعدام میکردم. سرورم از محبت من به شما بگذریم، الان چنان شده است که اوج شما اوج من است و زبانم لال، فرود شما فرود من. شما با از دست دادن فضل ابن سهل و طاهر ذوالیمینین و مخصوصا علی ابن موسی پشتوانه خراسان را از دست دادید. این ازدواج باید صورت بگیرد. به راستی که تو خوب پندهنده‌ای هستی. ابن رضا نباید در حضور عباسیان آنگونه رسوایم میکرد. برایت خبری دارم. نه بلکه مژده‌ای. مژده؟ چه مژده‌ای برادرم جعفر؟ مگر تو ازدواج نکرده ای خواهرم؟ عقدیست بر روی کاغذ و مایلی که به واقعیت تبدیل شود. چرا سکوت میکنی؟ آری برادر، هیچ کس را نیز جزو قبول نمیکنی. خیر، حتی اگر فرمان روای دنیا باشد. همسرت که سالهاست غایب است ازدواج کرده و صاحب فرزند شده. تو چه میگویی پسر مأمون؟ و ای کاش که بدانی هویت کیست. بگو دیگر، از اذیت آزار من دست بدار. کنیزی به نام سمانه آزادش کرد و با او ازدواج کرد. وای بر تو جعفر، چه میگویی؟ نشنیده بگیر. پدرمان دوستشان میدارد اما آنان از او گریزانند. گریه میکنی ام فضل؟ تو را به عقد بهترین مردان در آوردم. پوران درست است که او گریه کنه؟ سعادتی است که شوهرت ابن رضاست، از نسل امیرالمومنین علیه السلام. اما او ازدواج کرده و صاحب فرزند شده.
میدانم. پدرم، آیا درست است که من هنوز به منزلش نرفتم اما او بر سرم هوو بیاورد؟ ازدواجش حق اوست دخترم. او که ازدواجش را با تو فسخ نکرده، پس آرام باش، تو سرور زنانش خواهی بود. بدون فوت وقت. السلام علیکم و رحمت الله. سلام بر تو عموزادم، سزاوار بود من به نزد شما بیایم. بلکه من به نزد تو در مقر فرمان رواییت آمدم. بر جای من بنشین مولایم. خیر، هر جا که جا پیدا کنم می نشینم، تو نیز در جای خود بنشین. بفرمایید عموزادم، بفرمایید. کاش امر خیری باشد. خیر است انشاءالله. اما اشتیاق ما به تو به سر حد خود رسیده، پس چه زمانی سرزمین ما را با آمدنت متبرک میکنی؟ من از خداوند تقاضا دارم که در اسرع وقت نزد ما باشی. افسون بر این، عروست همانند آتشی مشتعل منتظر توست. او بر تو حلال است و اکنون بزرگ شده. عروس باید در سرای شوهرش باشد، پس به نزد ما بیا که رحمت خدا بر تو باد. به زودی یاسر را نزد تو می فرستم تا تو را به همراه هر که بخواهی با راحت ترین مرکب به سوی ما بیاورد. خدا نگهدار ای نور چشم من. به عمویت سلام برسان. خلیفه مسلمین مأمون. خیر است، مرا نصیحتی بفرمایید مولایم. عزت و شخصیت مؤمن در بی نیازی و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است. من این ولایت را قبول کردم تا به خیشان ما آسیبی نرسد. دوست می دارم همچون جدم عباس ابن علی ابن ابی طالب سپری بشوم برای علوی ها. مؤمن به سه خصلت نیازمند است: توفیق از طرف خداوند متعال، واعظی که از درون او باشد، و پذیرش نصیحت خیرخواه. سخنت را معیار زندگیم قرار خواهم داد. سعی کنید که برای ما آبرو باشید و نکند که مایه شرم ساری ما گردید. سلام بر تو خیران. و سلام بر تو برادرم یاسر. مولایت اینجاست؟ بله. به ایشان بگو از جانب خلیفه مسلمین نامه ای آوردم. مأمون قدری تأمل کن. منتظر جوابتان هستم سرورم. غیر از آنچه خواندید سفارشی نکرد، اما توصیه کرد شما را شتاب زده نکنم. حتی اگر رفتنتان یک سال تأخیر بیفتد، مدینه را ترک نمی کنیم و هرچه بخواهید انجام می شود. اشکالی ندارد یاسر، انشاءالله پس فردا راهی می شویم. در خدمتتان هستم. این قصری است که سرورم خلیفه به من دستور داده در اختیارتان بگذارم. هر که را مایلید در اینجا پذیرای او باشید. در این قصر همه چیز مهیاست، خدم و حشم و هر آنچه نیاز باشد. زنان خدمتگزار را مرخص کنید، خیران برای خدمت به من کفایت می کند. فدایت شوم مولایم. اساس این قصد زیاد است، بس کارهایش هم زیاد. خیران به تنهایی از عهده کارها بر نمی آید. پس یک شخص امانت دار و کم حرف را برای کمک به او بگمارید. امر شما اطاعت می شود. چشم سرورم. بفرمایید. یاسر، این دنیا زندگیش زود گذر است و هر که همراه با کسی باشد
و دین او را قبول کند با او خواهد بود. آخرت است که سرای زندگی دائم است. خیلی خوش آمدی به منزل ما ابو جعفر، بفرمایید. خدا خیرتان دهد. دوست نداریم از بغداد بروید. گفتم خانواده هم را از دیدارتان برخوردار سازید تا با دیدارتان متبرک شوند. ابو جعفر، از خدا میخواهیم که از رفتن منصرف شوید. سرای ما با دامادیتون شما متبرک میگردد. هر آنچه خداوند حلال کرده از آن شما باشد. پس قصد اقامت در مدینه را دارید؟ اگر می توانستم لحظه آن را ترک نمی گفتم، جز برای گزاردن حج یا عمره یا انجام کاری که هدفش کسب خوشنودی خدا باشد. اقامت در شهر جدم کنار روضه منوره ایشان بسیار نیکوست. درست است پسرمو، اما اصرار ما بر این بود که شما در بغداد نزد ما بمانید. هر پدری تمایل دارد که فرزندش نزدیکش باشد. البته اصرار ما بی‌معناست. ایمان یک بنده به حقیقت کمالش نمی رسد مگر اینکه دینش را بر خواسته و خواهش نفسانیش مقدم بدارد، و بنده هلاک نمی شود مگر اینکه خواسته و خواهش‌های نفسانیش را بر دینش مقدم بدارد. راست گفتی. عبدالله و موسی ماشاءالله بزرگ شدند مادر. با مساعدت شما خلیفه مسلمین. می توانیم خصوصی صحبتی داشته باشیم؟ بله، با کمال میل. چیزی کم ندارند مادرم؟ خیر سرورم، شکر خدا همه چیز مهیاست. الحمدلله. خواهشی از شما دارم. شما امر بفرمایید سرورم. دیگر چنین نگویید. مادری شما افتخار بزرگی است. صمیمانه در خدمتم. میدانید که دخترم را به عقد ابن الرضا ابو جعفر درآوردم. او زن دیگری اختیار کرده، حقش است. میخواهم متقاعدش کنی، زودتر عروسی کند با ام فضل. بسیار مبارک است انشاءالله. مگر ناراضی است؟ من که چنین چیزی ندیدم. برادرم با این ازدواج تا اونجا که میشود بین دو تیره پسر عموها را نزدیک کنم. خودت میدانی که در طی این مدت بین ما جنگ و خونریزی رخ داد. سعی من بر این است تا حد این زخمها التیام یابد. و نسلی که جدشان عباس و امیر المومنین علی علیه السلام هست. درست گفتی مادرم، و این برایم معادل خلافت هست اگر بشود. تلاش میکنم آنچه دوست میداری شود. ممنونم. دوست میدارم اگر بشود متقاعدش کنی در بغداد پیش ما بماند. از هیچ تلاشی در این راه کوتاهی نخواهم کرد پسرم.